برادر خاره عزیز مهمون عزیز خانواده خدا با یک آیه شروع می کنم دوم قرنتیان باب پنج آیه هیفته میگه که پس اگر کسی که در مسیح باشد خلقت تازه است چیزهای کهنه درگذاشت اینک همه چیز تازه شده است ما شاید این آیه رو اونقدر خوندیم که لوس شده و بعضی وقت ما باور نمی کنیم این بزرگترین پیامی هست که دنیا باید بشنوه و دنبال این شنیدن این حقیقته هنوز نفهمیدین اگر نه هالولیا می گفتین بزرگترین پیغامی که انسان بشریت باید بشنوه و ما شنیدیم اینه که خدا میگه که کسی که در مسیح هست خلقت تازه هست نه آدم های بهتری هستند خلقت تازه بگیم خلقت تازه خلقت تازه هر چیزای کهنه هست درگذشت. همه چیز بگین همه, همه چیز همه چیز همه چیز تازه شده است آمین دست بزنیم برای اینکه همه چیز تازه شد همه چیز رفته الحال همه چیز تازه شده است. آمین حالا ما باید اینطوری نگاه کنیم دو هزار سال پیش زمانی که عیسی مسیح روی صلیب مرد قیام کرد نه و مرد و همینطور دفت شد بعد از سه روز قیام کرد از اون موقع و همینطور هم که صعود کرد و روی القدس رو فرستاد از اون موقع خدا در خلقت اولی که انسان به دنیا آمده بود گناهالود بود بسته از اون موقع یک خلقت تازه ای شروع شده از زمانی که دو هزار سال پیش عیسی مسیح مرد، قیام کرد، روی القدس آمد از اون زمان تا امروز زمان چیه؟ زمان فیضه، درسته؟ زمان فیض یعنی هر کسی که ایمان بیاره میتونه می می وارد این خلقت تازه بشه خلقت تازه یعنی خلقت روحانی هست که ما انسان وارد میشه با صلیب عیسی مسیح خلقت کهنه دیگه پایان میاب تمام شد الان ما خلقت تازه هستیم یک خلقتی که ابدیه ما ساب نمی کنیم یک روز بریم در آسمون زندگی کنیم بلکه از امروز به بعد از زمانی که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح توبه و بازگشت کردیم خلقتی تازه شدیم زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم به چه چیزی ایمان آوردیم به صلیب عیسی مسیح ایمان آوردیم درسته یعنی عیسی مسیح برای گناه های من مرده آمین الان ما کلاس حقچیان رو رفتیم زمانی که ما توبه می کنم بازگشت می کنم منظور اینه که من نگاه می کنم به عیسی مسیح و اعتراف می کنم خداوند این خلقتی الان که در من در حال حاضر زندگی می کنم خلقتی هست که چیه تمام خواهد شد خلقتی هست که هیچ حیات ابدی با خدا نخواهد داشت من اعتراف می کنم گناهکار هستم و زمانی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم کنیم روی صلیب میگم که مرسی عیسی مسیح تو روی صلیب برای گناه های من مردی یعنی این کفاره گناه های من رو پرداخت کردی یعنی تو با گناه های من متحد شدی با من متحد شدی و تو به جای من مردی و باورم میکنی میگیم عیسی مرسی که بعد از سه روز و با باور میکنم سه روز قیام کردی و زمانی که این دعای توبه رو میخونیم بخشش رو کی به دست میاریم زمانی که ما متحد میشیم به صلیب عیسی مسیح یعنی باور میکنیم عیسی تو به جای من مردی یعنی من الان میام روی صلیب من باید سی میمردم فقط تو به جای من مردی این متحد شدن با عیسی است که آمرزش گناه رو به دست میاریم آمین خیلی ها هستن که برای توبه میکنن بازگشت میکنن فقط نه با قلبشون فقط با زبانشون یعنی با ایسا با مرگ عیسی مسیح متحد نمیشن به این خاطر هم زندگیش هم عوض نمیشه سو زمانی که ما این توبه و بازگشت رو خوندیم و بعد از این تعمید میگیریم و تعمید چیه با عیسی مسیح الان از روی صلیب آمدیم رفتیم در دنیای مردگان و بعد از اینکه بعد از سه روز که عیسی مسیح قیام کرد در این تعمید که ما با قدرت قیامت مسیح دوباره برمیخیزیم آمین از اون موقع هست که ما خلقتی تازه هستیم همه چیز تازه شده است. تمام چیزهای کهنه رفته بگین که تمام چیزهای کهنه رفته هر چیزی که مربوط به چی بود مربوط به این انسانت کهنه این آدم گناهالود بود همه چی رفته حال همه چی تازه شده این مکاشفه رو 2012 بود که من به دست آورده بودم که ما خیلی بعضی وقت که در مورد خلقت تازه صحبت می میکنیم میگم که کلام لوس میشه و بعضی وقت اصلا احساس می... الان واقعا احساس میکنی که خلقت تازه هستی؟ نمیخوام میگم الان زود بگین آمین واقعا باور میکنی خلقت تازه هستی؟ الان نگین آمین چون زمانی که ما باور میکنیم و خلقت تازه هستیم دیگه طوری دیگه هم زندگی میکنیم الان میتونیم بگین آمین. آمین اگر من باید به تو بگم یا منم توش هستم چطور باید زندگی کنی پس هنوز خلقت تازه نیستی یک کسی که خلقت تازه هست دیگه اتوماتیک میدونه زندگی من خلقت تازه هست دیگه مسیح در من قرار گرفته مسیح که قیام کرد از مردگان برخواسته در من زندگی میکنه من زیر شریعت نیستم بلکه شریعت خدا به وسیله روح در من در قلب من نفس من نوشته شده در روی من نوشته شده من الان خدا رو باید زیست کنم و زمانی که من باور می کنم خلقت تازه هستم و باور می کنم با تمام وجودم هر فکرای اشتباه هم کنم هر گناه هم حتی شاید مورد وارد گناه بشم یا شکست بخورم ربطی نداره به این زندگی خلقت کهنه امروز احساس میکنم خدا میخواد ما رو آزاد کنه از تمام فکرای اشتباه از تمام محکومیت از تمام تصویرهای اشتباهی که از خدا از خودمون داریم از خدا داریم الان میتونیم بگین آمین زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما رو در مسیح عیسی از نو آفریده است دوباره میخونم زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما رو در مسیح عیسی در مسیح عیسی نه در باغ عدن مثل آدم و هوا جلوی دو تا درخت های حیات و معرفت نیکو بد بلکه در مسیح ایسا از نو آفریده تا کارهای نیک, نیک انجام دهیم کارهایی که خدا از پیش مهیا کرده تا در آنها گام برداریم در مسیح از نو آفریده شده ایم منظوری نیست که دوباره از طریق جسم از طریق روح خدا منو با, م... با, روح خودش متحد کرد یک کرده از اون موقع من خلقت تازه هستم خلقت موجود روحانی هستم و به این خاطر میگم که الان این دو سال الان که گذشته این دو... تو این دو هزار سال خدا تمام دنیا رو دعوت میکنه میگه که الان در, در, باز هست هر کسی که میاد می میخواد نبیاد دینش رو عوض کنه یا مثلا مثلا میگم یک دینی بازی یک, یک با شریعت زندگی کنه نه خدا دعوت میکنه وارد ملکوتش بشیم یعنی خلقت تازه بشیم تمام چیزای کنی دیگه رفته دو هزار سال پیش در بسته شده الان در حال حاضر کار شیطان اینه که به حال ما رو کور نگه داره نه ما رو منظور من الان دنیا رو و همینطورم هم به ما رو گمراهی کنه که ما اصلا متوجه نشیم که چه خلقتی هستیم به خودمون نگاه میکنیم و بدبختی کلیسا اینه که همه ما منم توش هم توشم هستم از زمانی که اینطوری صحبت میکنم منظور نیست که من یه چیز مخصوصی هستم که بعضی وقت هست که ما باور نمیکنیم ما در مسیح کی هستیم و زمانی که یک شخصی به عیسی مسیح ایمان میاره عیسی مسیح رو دعوت میکنه زمانی که مسیح میاد در تو قرار میگیره تو هم در مسیح قرار میگیری آمین شاید اینطوری در مسیح اینطوری نگاه کنید زمانی که وارد آلمان شدیم با یک ویزا آ... وارد شدیم درسته؟ بگیم که ویزا گرفتین الان بگیم فراری نبودیم زمانی که تو چیز تو بگیم سفارت آلمان در ایران ویزا رو گرفتی دیگه اینو به دست آوردی درسته؟ تو زمانی که پرواز کردی تو آلمان الان کجا هستی؟ کجا هستی؟ در, در آلمان هستین ویزا هم دارین به وسیل ویزا الان تو آلمان هستین من تو آلمان هستم و زمانی که یک کسی عیسی مسیح رو دعوت میکنه عنوان خداوند و قرار میگیره در, در, قلبش قرار میده و عیسی از این تولد تازه رو در تو ایجاد میکنه عیسی میاد در تو و تو هم در او قرار میگیری تو هم در مسیح هستی هر جایی که میخونی که در مسیح هستم به خاطر اینکه مسیح رو دعوت مسیح رو عنوان خداوند دعوت کردی توبه کردی بازگشت کردی و نه فقط مسیحی شدم بلکه خلقتی تازه ای شدم هر چیزای کهنه است که رفت حال همه چی تازه است این خبر خوش عزیزان به این خاطر من میگم که اگر واقعا بدونستیم که چه خلقتی هستیم دیگه اونقدر درگیر درگیر مشکلات اینطوری نمیشه برای مشکلاتی هستم و خواهدم تا آخر عمرمون خواهد موند در رومیان باب یک باب پنج آیه یک و دو اینجا میگه که پس چون که از راه ایمان عادل شمرده شده اید از راه ایمان عادل شمرده شده ایم میان ما و خدا خدای خالق صلح برقرار شده است به واسطه خداوند ما ایسای مسیح یعنی هر دفعه به وسیله عیسی مسیح بین من و خدای خالق که پدر آشتی به وجود آمده الان من میتونم با خدا خدای پدر چی کنم ارتباط برقرار کنم به وسیله چی به خاطر مسیح یا روح القدس که در من قرار گرفته ما توسط عیسی مسیح از راه ایمان به فیض دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید صحیحش به امید شده در جلال خدا شادی می کنیم درست خوندم گوش کردین اصلا و از راه ایمان بگین ایمان نه احساس بلکه به وسیله ایمان به فیض دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم یعنی استاده ایم زیر فیض خدا به وسیله ایمان به وسیله عیسی مسیح اونجا استاده ایم و به امید سهیم شدن در جلال خدا شادی می کنیم یک روز ما شریک نه فقط مرگ او یا شریک او روی صلیب که مثلا برای گناه های ما مرده و یک روز هم همینطور شریک جلال او خواهیم شد یعنی درخشش زیبایی خدا از طریق ما دیگه دیده خواهد شد و اینجا میگه که برحال پولس که در مورد صحبت میکنه میگه که از راه ایمان عادل شمرده شدیم ما الان در حضور خداوند که ایستادیم چطور ایستادیم؟ خدا ما رو چطور نگاه میکنه؟ عادلیم؟ فکر میکنم یه دعایی بکنیم نه؟ یا من خیلی اشتباه صحبت میکنم تو در حضور خداوند چطور ایستادی؟ الان خدا تو رو نگاه میکنه تو رو چطور میبینه؟ عادل یعنی چی؟ بیگناه بگو بیگناه گناه, بی گناه. زو الان باور میکنی اینو یا نه؟ یعنی واقعا خدا تو رو نگاه میکنه میگی گناه نداری؟ پس اکنون برای آنانی که در مسیح عیسی هستند در مسیح عیسی در آلمان هستند این آلمان رو الان برای مثال گذاشتم در مسیح عیسی هستند دیگه هیچ محکومیتی نیست اولین زمان در قرن اول زمان افرادی که ایمان آورده بودند به عیسی ای مسیح اصلا ذهنش رو از ذهن ما فرق می‌کرد اونایی که ایمان آورده بودن میدونستن نه فقط الان یک دینی آمده یک مذهب می آمده اینا میتونستن درک کنن الان ما یک خلقتی تازه هستیم مثلا زندگی ما رفتار ما اصلا کلا فرق خواهد کرد مسیح های اول اینطوری بودن اونا میدونستن الان در مسیح الان من یک هویت جدیدی به دست آوردم ما هنوز الان نمیدونم به خاطر زمانشه اصلا کلا زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح تنها چیزی که دریافت میکنیم که گناه من آمرزیده شده یعنی عیسی مسیح فرزند خداست الان من با عیسی مسیح زندگی میکنم اصلا نمیدونن که الان ما یک هویت جدیدی به دست آوردیم خدا ما رو برمیگردونه با اون شخصی که خدا خلق کرده که این ظاهر بشه و این در, در قرن اول این می میدونستن یعنی زمانی که خدا الان میاد نور رو نجات میده اون نور میدونست الان به وسیله عیسی مسیح خدا میخواد او رو هدایت کنه که این نور واقعی که درونش هست ظاهر بشه این نوری که پر از گناه بود خدا اینترست داره به شخص تو با اون خلق با این خلقتی که تو رو خلق کرده این باید ظاهر بشه به این خاطر خدا زمانی که به تو نگاه میکنه به وسیله ایمان عادل شمرده شده نه به خاطر اینکه کامل شدی دیگه هیچ گناهی نمی کنی بلکه خدا نگاه نگاه میکنه به اون شخصی که خودش خلق کرده الان این شخص متحد شده با روح خدا و این با ارزش و خدا اینو که داده که این شخصی که این شخص این شخصیت یا این شخصی که خلق کرده این ظاهر بشه به وسیله نجات او به وسیله روح القدس خدا این ترس به تو داره نه فقط نجات بده بلکه این گنجی که در توست مشخص بشه خدا همه چی رو خلق کرد گفته که و خدا گفت نیک نیک نیکوست نگفته کامله خدا خلق کرد و گفته نیکه خوبه اگه میگفت کامله دیگه کامل بود دیگه نه؟ دیگه کامل دیگه نمیتونی عوض کنی پس گفته همه نیکه پس هنوز چیزایی باید اتفاق بیفته و زمانی که خداوند تو رو خدا تو رو خلق کرده و خدا به تو نگاه میکنه و هر چیزی که خدا خلق کرده نمیدونم باور میکنه یا نه من باور میکنم هر چیزی که خدا خلق میکنه عالیه فقط الان این چیزی که الان در من گذاشته در منو شخص شخص منو خلق کرده این الان باید ظاهر بشه این الان باید به درخشش بیاد این فقط به وسیله مرگ عیسی مسیح قیام عیسی مسیح، صعود عیسی مسیح، آمدن روح قدسه. الان چند مدت است ما در مورد صلیب عیسی مسیح صحبت می‌کنیم. خدا می‌خواد واقعا می به شما بگم خدا میخواد قلب دلای قلب رو باز کنه اصلا صلیب رو درست بفهمیم چه کار عظیمی هست که انجام داده اینجا در کتاب در لیکن از او شما هستید در مسیح ایسا اینا تکرار میکنم که دوباره متوجه در مسیح ایسا. لیکن از او شما هستید در مسیح ایسا که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدوسیت و فدا تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید از اوست یعنی از کار صلیب عیسی مسیح که او برای تو حکمت شده، عدالت شده، قدوسیت شده و فدا شده، نجات شده. زیرا که مرده اید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی هست چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود آن که شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد زندگی که ما مسیحی ها انجام میدیم اینجا میگه که زیرا که مرده ایم مرده ایم یعنی با عیسی مسیح روی صلیب از این زندگی گناهالود خلقت کهنه اونجا مرده ایم یعنی آزاد شده ایم و میگه که شما با مسیح در خدا مخفی و زندگی شما مخفی هست یعنی هنوز ظاهر نشد هنوز چیزی نش... متوجه نشدیم که چی خواهیم شد و زمانی که عیسی مسیح یک روز ظاهر خواهد شد دیگه اون موقع این شخصی که خدا از تو ساخته تو رو خلق کرده اونم با مسیح آشکار خواهد شد پر از جلال و شکوه ما الان در این زمان رو که زندگی میکنیم زمان فیض و همینطورم هم زمانی هست که ما یاد میگیریم روز به روز تبدیل میشیم و هر چیزی که ما هر چقدر ما با ایمان زندگی کنیم با ایمان که ما خلقت ای هستیم با ایمان که من عادل شمرده شدم با ایمان که من به وسیله عیسی مسیح الان مقدس هستم مرد و زن مقدسی هستم زندگی تو فخر خواهد کرد مشکل ما اینه که ما زندگی روزمره ما با احساس فوکوس ما روی خودمون است مرکز زندگی ما هم همینطور خودمون هستیم دنبال حق خودمون دنبال آرزوهای خودمون هستیم به این خاطر نمیتونیم باور کنیم به این شخصی که واقعا خدا ما رو خلق کرده نجات داده و از دید خدا هستیم ابرانیان باب دو, باب دو آیه ده اینجا میگه که به جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطه او وجود دارد دوباره میخونم به جا بود خدای که همه چیز برای او و به واسطه او وجود دارد برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل تحمل رنج کامل گردند زیرا با یک قربانی با یک قربانی مقدس شدگان رو تا ابد کامل ساخته است ابرانه باب به دو آیه ده و همینطور باب ده آیه چارده بود با کلام خود میتونم بگم که خدا این درد و رنج رو زحمت ها رو همه چی رو کشید تا پسران بسیار زیاد یا دختران بسیار زیاد به جلال برساند و خداوند با یک قربانی که کرده مقدسان یعنی ما هستیم تا ابد کامل ساخته است زمانی که خودت رو نگاه میکنی میتونی بگی که من کامل هستم سکوت کامل هستی؟ پس ما فکر کنم پولوس اینجا یه چیزی اشتباه نوشته. مقدس هستی؟ مقدس هستی؟ عادل هستی؟ کامل هستی؟ میگم <applause> مشکل ما ایمانه دیگه زیرا با یک قربانی مقدس شدگان را تا ابد کامل ساخته است. مقدس شدگان کی هستن؟ من کامل ساخته است یا نه؟ من باور میکنم با تمام اشتباهاتی که ما میکنیم با تمام خرابکاری میکنیم با تمام شکستهایی که ما میکنیم اشتباه هم می کنیم، بعضی وقت هم می کنیم. زمانی که خدا ما رو نگاه میکنه میگه تو مرد عادلی هستی مقدس هستی به وسیله صلیبی که من کاری که روی صلیب انجام دادم تو کامل هستی خدا ما رو اینطوری نگاه میکنه الان تو اگه بخوای خودت تو طوری دیگه نگاه کنی مشکل خودته چرا رشد نمی کنیم چرا در پیروزی زندگی نمی کنیم چون ما به خودمون نگاه میکنیم میگه با یک قربانی امیدوارم این ارزش صلیب رو الان شاید بیشتر بفهمیم با یک قربانی خدا ما رو کامل کرده است یعنی زمانی که میخوایم یک روز در کاملیت جلوی خداوند بیستیم فقط و فقط به روز به روز باید به صلیب نگاه کنیم و با مرگ او متحد بشیم من زمانی که به خودم نگاه میکنم هیچ کاملیتی در من نمیبینم پس زمانی که به صلیب نگاه میکنم متحد میشم به کار او و میدونم که تمام چیزای کهنه رفته هست الحال همه چی تازه شده هست و به او به این ایمان به او نگاه میکنم اینجاست که تو این کاملیتی که خدا منو خلق کرده و با, با صلیب خودش میتونم بیستم اشتباه میکنم فقط این اشتباه ربطی به چی داره ربطی به چی داره گناهی که ما میکنیم ربطی به چی داره؟ انسانیت کنه، انسانیت کنه کجاست؟ انسانیت کهنه در زیر آب اینجا کسانی که تعمید گرفتن مرده هست از زمانی که به این چیزا نگاه میکنیم منظور اینه که چشم خودمون رو از این کلامی که خداوند گفته و کاری که روی صلیب کرده ور میداریم به خودمون نگاه میکنیم به اشتباه خودمون نگاه میکنیم چی میکنیم خودمون رو شروع میکنیم به محکوم کردن کسی هست که اینجا خودش رو هنوز محکوم نکرده عالی دست بزنم برای هیچ کسی خودش رو محکوم نکرده؟ خب چرا دست… اشتباه کردم؟ اوکی، کسی هست اینجا خودش رو محکوم کرده؟ همین امروز شاید چند بار خودت رو محکوم کردی. از من چیزی ساخته نمیشه؟ گناه کردم خدا این گناه رو نمیبخشه مثل اینکه خدا تو کتاب مقدس نوشته اینجا چه گناهی خداوند میبخشه چه گناهی نمیبخشه یک انجیل شخصی خودمون می نویسیم دائما در حال محکوم کردن خودمون هستیم یه فکر منفی میاد شروع میکنه به محکوم کردن خودت داوری میکنی چشم خودت از چی از صلیب ور میداری به خودت نگاه میکنی نه ساخته نمیشم به درد نمیخورم هفته گذاشتم صحبت کردم یه کسی میاد میگه که من نمیتونم این کار رو بکنم منظور اینه که تو شخص اون شخص حکومت میکنه میگه من نمیتونم مسلم تو نمیتونی بکنی کلام خدا میگه برای, با برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست زمانی که با خدا زندگی میکنم میتونم بگم من چطور نوشته قوت همه چی رو دارم در مسیح که مرا تقویت میکنه خلقت تازه در من همه کار رو انجام میده من فقط باید در ایمان بایستم عزیزم واقعا به شما میگم شاید کلام های فارسی من خیلی خوب نیست نه خیلی خوب نیست فقط واقعا به شما میگم خیلی من سعی میکنم ساده صحبت کنم من واقعا می... احساس میکنم خدا میخواد شما رو آزاد کنه از این محکومیت از این روی محکومیت که روی زندگی ماست که ما باور میکنیم دائما هم توش هم زندگی میکنیم ده بار اشتباه رو کردی یا یازدهمین بار میگی که دیگه نه فایده نداره شروع میکنی به محکوم کردن منفی در موردش در مورد تو صحبت کردن منفی صحبت میکنی برای یه چیزی که در تو مرده هست و با بی ایمانی تو اینو زنده میکنی عزیزان هر چیزی که هست ربطی به ایمان و نه ایمان که احساسی برای خود درست میکنی به این صلیب مسیح است که روی صلیب که همه چی تکمیل میشه روی صلیب که همه کار انجام شده زمانی که نگاه میکنم من قدوسیت در من نمیبینم نگاه میکنم به صلیب توی صلیب چی میبینم نه یه چوبی میبینم بلکه اون مسیح رو میبینم عیسی مسیح که در همه چی با من متحد شده نام قطعی منو ورداشته گناه منو ورداشته تمام خط... چی میگن خطاها تمام بلاهای منو ورداشته تمام اشتباه من متحد شده با من هر چیزی منفی رو مثل آهن رو با ورداشته روی خودش که در این صلیب من با او که متحد میشم هر چیزی که از اوست من دریافت میکنم به این خاطر ایمان دارم به صلیب او که روی صلیب هر چیزی که از من بود رفت در مسیح هر چیزی در مسیح آمد در من به این خاطر من مقدس هستم به این خاطر چون عیسی مقدسه چون عیسی عادل است چون خدا عادل است اون موقع متحد شدم عدالت خودش رو به من داد آشغال خودم به او دادم قدوسیت خودش برداشتم و تمام چی نامقدسی میگن چی میگن هر چیزایی که ناپاکی همه چی رو خودش برداشته به وسیله متحد شدنه که من میتونم به جا بیستم من, من کامل هستم چون عیسی کامله و چون باور میکنم اشتباه میکنم چند بار بود که منو محکوم میکنم حتی از شبا منو محکوم میکنم خدا چرا منو اینجا آوردی آخر دوباره با فیض خدا خدا منو می یه جایی میبره میگه که ببین من اجازه میدم اتفاقاتی میافتد که تو تو رو آزاد کنم از خودت خدا این ترس نداره ما رو شرمنده کنه خدا این نداره ما رو لخت کنه اوریان کنه که اینجا هیچ چیزی خجالت بکشیم یا شکست بخوریم خدا اینترست داره به اون شخصی که در تو رو خل کرده این باید ظاهر بشه به این خاطر تمام چیزهایی که دورور خودت از انسانیت کنه اینو فقط در نام عیسی میتونی هر دفعه میتونی بگی که اینا مردن من آزاد شدم به صلیب نگاه میکنم اونجا مشکل من حل میشه این سرودی که الان ما خوندیم عدالت من تو هستی نجات من تو هستی محبوبیت من تو هستی محبت من تو هستی نمیدونم خوشبختی من هستی هر چی که در،, در تو یافت می شود همه چی از او باید این متحد شدن یک شدن روی صلیب با عیسی مسیح که همه چی رو دریافت می کنیم و روی صلیب اونجا دیگه تمام حق تو تمام خودخواهی تو باید بمیره هفته گذشته صحبت کردیم و تمام چیزهایی که از خداست همینطور که عیسی مسیح از پدر اطاعت کرد تا آخرین لحظه اینو من در متحد شدم با مسیح دریافت میکنم من میتونم اطاعت کنم من میتونم اطاعت کنم هر چقدر هر بلایی روی سرش بیاد هر مشکلی قرار بگیره چون مسیح قیام کرده قدرت شیطان رو شکونده و خودش هم گفته که در این دنیا چی هست زحمت هست فقط خوشحال باشین من غلبه یافتم و تو میتونی در این متحد شدن با من غلبی بیابی و این باعث میشه که از ترس آزاد میشیم از اشتباهات اشتباه کردن، از حتی گناه کردن ما آزاد میشیم هفته گذشته یه قسمتی گفتم نمیدونم متوجه شدین خدا هیچ موقع اشتباهی خرابکاریایی و همینطور هم شکستایی که ما می میکنیم وارد ملکوت خدا نمیشه پرونده درست نمیشه هر چیزی که هست اینجا میمونه الان نگاه میکنم سی سال من ایمان دارم واسه وای اگه بخوام واقعا نگاه کنم چقدر اشتباه کردم یه پرونده یا نه پرونده اصلا کتاب ها بایستی نوشته میشد چقدر خراب کاری کردم فقط خدا رو شکر این همه چیزی رو آب اونجا دف شده با عیسی مسیح مرده دیگه از من دور شده است مهم اینه که چه تصمیمی میگیرم و به چه چیزی ایمان دارم با ایمان من آینده منو سرمایه گذاری میکنم. یه شخصی میگفت تو کتاب می خوندم، گفته که من با, با خانواده هم رفتم اونجا توی رستوران نشستیم همه چیز حسابی غذا هم خوردیم چیز کردیم و تمام شد بعد از این به این اوبر، به این گارسون، گارسون هم فرانسیه ایه. ایرانی ها گار... چی میگن؟ چی میگن؟ یک نفر صحبت کنه فقط. چی؟ چی؟ گارسون؟ گارسون فرانسه ایه. باشه اوکی. پیش خدمت. اوکی. بعد از این به این پیش خدمت گفته که حساب بعد از این هم آمد و دوباره رفت این پیش حساب رفت و بعد از این آمد گفته که حساب شما پرداخته شده اونا گفته چطور پرداخت شده؟ گفته یه کسی از اونجا دوست داشت برای شما حساب رو پرداخت کنه اونم ایستاده بود الان چه کار کنه پرداخت شده دیگه چه کار کنه چی می... مد... نه من میخوام اینجا بشینم من میخوام خودم به... گفت این ساب صابخون... کار میگه که ببین دیگه چیزی نداری قرضی نداری چیزی نداری شما الان حساب الان پرداخت شده شما الان میتونین برین تقریبا این خیلی چیز ساده ای بود یعنی نگاه کردم گفتم چقدر ساده است عیسی مسیح آمده پرداخت کرده هر چیزی که ما احتیاج داریم نه فقط گناهمون آمرزیده بشه بلکه مقدس بشیم به کاملیت برسیم عادل شمرده بشیم خلقت تازه در ابدیت با عیسی مسیح زندگی کنیم و حکومت کنیم همه چی پرداخت شده است آلبرت الان برو بیرون دیگه از رستوران برو بیرون چی کار کن؟ شاک کن سیرم شدیم و همینطورم احتیاج به پولم نداریم عزیزان پرداخت شده هر چیزی که احتیاج داری که تو به کاملیت برسی همه کار انجام شده از آمرزش گناه به عادل شمردن به مقدس شدن به نجات یافتن و به کامل شدن همه چی پرداخت شده دوباره میگم عزیزان خدا اینترست داره به شخص تو که این چیزی که تو رو اینطوری که تو رو خلق کرده و زیبا خلق کرده این دنبال خدا دنبال اینه که این آشکار بشه سویل میتونی بیری بالا این چیزی بود که زمانی که موعظه رو آماده می کردم فکر می کنی الان می خواهم تعمید بدم نه چی؟ نه جلوی چشمن اینجا آمد و گفتم که شاید ما بعضی وقت واقعا احتیاج داریم یه صحنه ببینیم یه چیزی ببینیم که باور کنیم چون واقعا عزیزا منم واقعا به شما میگم من خیلی خودم رو همینطور محکوم میکردم چون واقعا خیلی ضعف دارم و چند بار بود که این سال هاست که چند بار بود که خودم حتی اگه شبانی منو وردار خودم من من حاضر هستم دیگه من به درد نمیخورم من به درد نمیخورم من به درد نمیخورم و فقط فیض خداست که نگه داشته و درس به برحال یاد گرفتم و باعث چیزهایی عوض می شدم باید تمرین می کردم من فکر میکنم چیزی که کلیسامون احتیاج داره و شما هم احتیاج دارید اینه که ما از این دروغ شیطان آزاد بشیم که واقعا شروع کنین خودت رو با این چشم نگاه کنین اینطوری که خداش ما رو نگاه میکنه واقعا گناه میکنیم زمانی که خدا نگاه میکنه کنه می که نور تو کامل هستی و نور میگه نه من کامل نیستم من هنوز خرابکار هستم بی احترامی به خدا می کنیم. بی احترامی به صلیب مسیح می کنیم یا یا درست درسته یا نه درست نیست مثل این که خدا میگه همه کارا رو کردم و تو اصلا باور نمی کنی تو هنوز با قدرت خودت سعی میکنی عادل شمرده بشی با قدرت خودت سعی میکنی زندگی خوبی داشته باشی هفته گذشته گفتم همه چیزای خوب و بد باید بری روی صلیب خدا چیز چیزای نیک تو رو نمیخواد هفته گذشته نمیدونم کی بود گفته که منم شوکه شدم و فکر کردم من آدم خوبی هستم الان نگاه که الان گفتن که نیک منم باید بره بمیره هر چیزی که از انسانیت کهنه هست از ریشه خود است و از ریشه خود هم خیلی چیزای نیکم هست فقط از ریشه خود جلال جلال برنامه من من پول دادم من این کار رو کردم من این چیز رو کردم این باید بره روی صلیب در همه چی خوب و بد هر چیزایی از همه چیز میگه که خلقت تازه همه چیزای کهنه از انسانیت کنه رفته هست الحال همه چیز تازه شده همه چیزای نیک اینجا همینطور هم قسمتی که خوندیم خدا که دوباره میگم میخوام بخونم زیرا ما ساخته زیرا ما ساخته است ساخته دست او هستیم و خدا ما رو در مسیح عیسی از نو آفریده است تا کارهای نیک انجام دهیم کارهایی که خدا از پیش مهیا کرده تا در آنها گام داریم کارهای نیک رو فقط و فقط می کنیم زمانی که با مسیح در مسیح هستیم و از ریشه مسیح این کار رو انجام میدیم. اونجا دیگه ایثاره اونجا دیگه نیست که آفرین این کار رو کردی و میگه خدا رو شکر من جو, جو توجه میشم نه یه کسی که کار نیک رو انجام میده فراموش کرده چی کار کرده و دنبال تشویق نیست دنبال این نیست که بیایم بگی جایزه ای بهش بدیم کار نیک یه چیزی است که تو دست راست میده دست چپت نمیدونه چی کار کرده پروندم نمی نویسی یک سال چه کارهایی کردم برای خدا کارهای نیگه چیزی است که از محبت به وجود میاد و تو در حال دادن هستی و نگاه نمی کنی به گذشته این کارهای نیکه به این خاطر میگم که تمام چیزهای کارهای نیک و بعد تو همه چی باید بمیره خدا حال همه چیز رو باید تازه سازه دست فراموش کردم عب نداره عزیزان قشنگه بو هم میده گله گل گل میگن گله دیگه گله خاکه گله کسیف هم هست بو هم میده کسی دوست داره این رو داشته باشه کسی دوست نداره عزیزان این تو هستی این <تص> تو هستی خیلی روحانی شدنی زمانی که خودمون رو نگاه میکنیم اینو میبینیم چشم خودمون روی خودمون باشه اشتباه های خودمون رو ببینیم گناه های ما رو میبینیم فکرای منفی حتی شاید هم کارهای خوبی میکنیم، فقط فکرای تو وای وای وای, وای. چه فکرایی داری تو بعد ما چقدر قضاوت میکنیم حکم کردیم داوری کردیم اوریان کردیم کوبیدیم همه کارا رو انجام دادیم در روز فقط فکر کن در روز چه فکرایی کردی این اصلا کلا لیاقت داره بریم جهنم و اینجاست که ما شروع میکنیم منفی در خودمون به خودمون نگاه کنیم و زمانی که این میتونیم اینا میتونی برداری حداقل زمانی که خدا الان به این اینترست داره به این خاطر هیچ کسی اینو نمیخواد داشته باشه فقط خداست خدا دوست داره اینا این که پر از گل شده پر از خرابی بعد از این الان میتونی این آب رو برداری زمانی که خدا شروع میکنه با کار کردن و میگه که تو عالی هستی من تو رو خلق کردم تو زیبا هستی تو کامل هستی و باور نمی کنیم آخ چی میتونه خدا میگه این چیزی که در توست اینه که دنبالش هستم این این تو خودت مهم هستی برای من آخه میگیم خدا من چی هستم ببین نگاه کن فقط خرابکار خدا میگه که من دوستت دارم چطور میتونی منو دوست داری با این فکرها با این با این اشتباه ها با این گناه ها چطور میتونی منو دوست داشته باشی با عقلتون من به شما میگم با عقلتون از شما بپرسم میگین که خدا منو دوست داره فقط با قلبتون باور نمیکنید چون با قلبتون به خودت نگاه میکنید اون چیزی, چیزی خوبی نگاه نمی کنی. چیزی خوب خوبی هم نمی بینی. و معمولا چه کاری می مخفی میکنیم خودمون رو یه ماسکای میگذاریم که دیگران ما رو اینطوری نبینن و زمانی که میایم کلیسا یک ماسکای روحانی هم میذاریم که اصلا همه چیم نو موشن عیسی زنده هست و کار خدا زمانی که اینو نگاه میکنه و اون شخص باطن تو که شبیه خودش خلق کرده صورت خدا در این در 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 ماست خدا گفته انسان رو خلق کنه به شباهت ما به صورت ما صورت خدا در ماست و خدا کارش اینه که اینو ظاهر کنه به این خاطر زمانی که با کلامش میاد و تو باور میکنی؟ یواش یواش کن. باور میکنی؟ قسمت به قسمت که شسته میشه بعد از یه مدت میبینی اه یه چیزی هست میدرخشه نگاه میبینین؟ یه چیزی در اونجاست هست که میدرخشه بعد از یک مدتی که همینطور ادامه دید درد رنج متحد شدنه قسمت به قسمت کار خدا اینه که هدف خدا اینه با این روح القدس با همه چیز یواش یواش چیزی آشکار کنه که در تو مخفیه و هدف خدا آمدن روح القدس متحد شدن با مرگ عیسی مسیح اینجاست که این گنج خدا که در توست و تو هستی ظاهر میشه این قسمت رو نگاه میکنی میبینی که دوباره خرابکار دوباره اشتباه به درد نمیخورم دوباره بعد از یه مدت خدا یه چیزایی به تو نشون میده از خودش در تو امیده دوباره زیاد میشه مرسی خداوند کارهای عظیمی کردی خداوند میخوام ادامه بدم و قسمت به قسمت همینطور که میشوره با این آب کلامش و تو باور میکنی یواش یواش بعد از یک مدت این آشکار میشه و خدا خدا اینو عاشقانه دوست داره این شبیه خدا خر شده خدا دنبال اینه خدا دنبال توست این تمام چیزای آشغالها روی صلیب اینجا عیسی مسیح روی صلیب ورداشته برده در در دنیای مردگان گذاشته آزاد هستی تو تو فقط باید باور کنی در مسیحی هستی و اینجاست که خداوند میگه تو عادل هستی تو مقدس هستی تو کامل هستی چون خدا با این قربانی این کارا رو کرده تو این هستی خدا دنبال اینه نه دنبال اینه که فقط زندگی موفقی, موفقی در این دنیا داشته باشی فقط آرزوهای خودت رو ببخشه این آرزوهای خودت رو هزار بارم ببخشه آخر تو هنوز همین میمونی بعد از یه مدت راضی نیستی از زندگی خودت در اینجا آرامش نیست و کار خدا هر حال اینه که یکم بیا پایین یکم زیادتر مرسی مرسی تشکر کار خدا هدف خدا که این ظاهر بشه و میدونی زمانی که این ظاهر بشه جلال خدا به وسیله تو دیده میشه امسال چی گفتیم سالی هست که خدا به وسیله ما جلال پیدا کنه عزیزان این تمام گل مشکل حل شده عیسی پرداخت کرده منظوری نیست که الان برین راحت گناه کنیم. منظور اینه که گناه میکنیم توبه کن بازگشت کن این آشغال ریخته شده جواب داده شده پرداخت شده ما فقط میتونیم بگیم خداوند قبول میکنم این چیزایی هست فقط این رفتی به خلقت تازه وجود نداره خلقت تازه رفت نداره خلقت کهنه رفته شروع میکنم به شک گذاری کردم مرسی خدا من من عادل شمرده شدم مرسی که محکومیتی نیست در کسانی که در مسیح هستند. مرسی که باور میکنم من در تو کی هستم خرابکاری کردی شکست خوردی نگاه کن میگی مرسی خدا من باور میکنم که من کامل هستم بر بر برعق، بر بر احساس و فکرتو. فکر تو فکر میگه که دروغ میگی ایمان میگه که حقیقته من این هستم در مسیح و این باعث میشه که قدرت بگیری که دیگه هم همین طورم هم گناه هم دیگه نکنی چون به خودت نگاه میکنی ناامید میشی و از گناه به گناه پیشرفت میکنی هر چیزی که هست ربطی به ایمان داره به کار صلیب مسیح این تو هستی و خدا دنبال توست به این خاطرم اجازه میده اتفاقاتی میفته اجازه میده تو طوفانا قرار بگیری اجازه میده که تو مشکلات در در زندگی تو قرار بگیره چرا این مشکلات باعث میشه که این گل این چیزایی که تو تو چسبیده به هم بریزه کمال خوشی کنی زمانی که تو مشکلای گناگون قرار گرفتی چون اونجا ایمان شما امید شما میگه که قوی میشه و به جایی میرسونه که به هیچ چیزی احتیاج نداشته باشه یعنی همه چی به دست بیاریم و زمانیم که عیسی مسیح میگه که مرد متا باب 4 آیه میگه که توبه کنین بازگشت کنین که ملکوت خدا به شما نزدیک شده هست به زبان یونانی که اینجا توبه کنی بازگشت کنید به زبان یونانی میشه شوو شوو یعنی برگردین به اون خلقتی با این هویتی که شما رو از دست دادین گوش میکنین نه اینطوری توبه کنی بازگشت کنی خودمان گناهکار هستم الان منو ببخش تمام شد بلکه برگردین برای این حیاتی که شما خلق شدی به اون هویتی که خدا شما رو خلق کرده و به این خاطر میگم که این ایماندارای اول این چیزا رو میدونستن باور میکردن فقط الان در قرن 21 اونقدر علم دیگه به یه جایی رسیده که همه چیز ربطی داره به چیز در قرن 21 در لایستون یعنی کار من باید برای خدا کار بکنم من میخوام هویت خودم رو پیدا کنم من باید یه چیزای انجام بدم خدمت هایی انجام بدم کتاب مقدس بخونم نمیدم هزار تا کارای انجام بدم و زمانی که پرونده هایی برای من درست کردم اون موقع احساس میکنم یک هویتی پیدا کردم یه چیزی هست که به من میتونم بگم من به زیست میکنم زندگی میکنم و خداوند میگه که این همه چیز آشغال آلمانی میگن لایستونگس دنکن فارسی میگن یعنی ذهن تو هویت تو بیشتر اینه که چه کارهایی میکنی چه چیزهایی تو انجام میدی چی چ... چی هستی مهمه نه چه کارها... کی هستی مهمه برای خدا کی هستی مهمه نه چه کارهایی میکنی برای خداوند مهم اینه که چه کارهایی تو باید بکنی که عادل شمرده بشی بلکه چقدر درست تو ایمان داری به کار خدا ایمان درست سمره میاره ایمان درست به صلیب عیسی مسیح و هر چقدر ما سعی می‌کنیم با قدرت خودمون یه چیزهایی انجام بدیم که به حال برای ما یه پرونده یه چیزی درست کنیم بیا که بگیم که من این هستم زمانی که رفتم پیش یحیای تمی گفتی که یحیای تمی تو کی هستی من یه کسی هستم که نمی‌دونم شروع کنه به صحبت کردن آیا تو مسیح هستی یا من مسیح هستم یا من هستم که آمدم نه تو مسیح هستی نه چی هستی من یه صدایی هستم در ای بیابون که راه خدا رو محیا میکنم او هویت خودش رو میدونست میدونست کیه و زمانی که ما به خودمون میرسیم الان تو کی هستی در مسیح بعد از این شروع میکنی آها چه خدمت هایی میکنم چقدر من دعا میکنم چقدر من این کار رو میکنم چقدر 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 یه پروندهایی درست کنی که بگی که من این هستم درسته یا نه ما اینطوری فکر در قرن 21 هم همه چی ربطی داره به چه چه کارهایی می‌کنی مهم اینه که به چه چیزی ایمان داری کی هست توی هستی تو یعنی که شخصی که ایمان دارم به اون من یعنی من این هستم که اون پدر یگانه پسرش رو برای من داده و عیسی مسیح برای من همه چیز من شده کی هستی؟ من اون شخصی هستم که خدا منو دوست داره عاشقانه دوست داره و چیزهای خدمت های دیگه هم که الان هست هر خدمتی هم میکنیم این چیزهایی هست که وظیفه ماست که انجام میدیم برحال و فکر میکنم خوب میشه الان وقت بذاریم برای دعا کردن اه، یه چیزی هم نوشته بودم که فراموش کردم بخونم در مورد این چیزی که مثالی که اینجا زدم با ما منعکس کننده منع... منع... منعکس دیگه ما منعکس کننده زیبایی و درخشش درخشش خلاقیت شگفتانگیز ماهیت یا سر سرشت سرشت خدا هستیم دوباره میخونم چند بار خوندم و دوباره اشتباه میکنم ما منعکس کننده زیبایی و درخشش در خلاقیت انگیز ماهیت یا سرشت خدا هستیم عیسی ما رو به بازگشت خود خود واقعیمان را دعوت میکند ایسا تو را به بازگشت خودواقی تو دعوت می کند. این چیزی که تو خدا تو رو خلق کرده اینو دعوت میکنه که تو به اونجا برسی و هدفش اینه که باور کنی و با این دیدی به خودت نگاه کنی اینطوری که خدا شما رو نگاه میکنه خوب میشه الان چشممون ببندیم نمی‌دونم چقدر میتونستم این پیام رو به شما برسونم فقط خدا از قلب تو اطلاع داره و باور میکنم با اون روح القدسی که الان میتونه نکته هایی که مهم بود که به تو منتقل کنه فقط مهم اینه که الان چشمون ببندیم واقعا نگاه کن چقدر با چه چش چشمی تو رو نگاه میکنی و چقدر خودت رو محکوم میکنی چقدر خودت رو کوچی کردی چقدر با به تمرکزت بیشتر به زندگی خودته